سریال ترکی سیب ممنوع قسمت 189. لطفا قبل از هر چیز کانال یوتیوب سنجاقک ایرانی رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله کنارش رو هم بزنید تا به محض منتشر شدن کلیپ های جدید زودتر از همه با خبر بشید. خالد وقتی از خونه بیرون میاد به جلسه شام بره، با اندر تماس میگیره و با عصبانیت در مورد دوست دختر سمبالا یا اریم میگه. اندر از اینکه حالیت با او طلبکارانه صحبت میکنه عصبانی میشه و میگه که با اریم صحبت خواهد کرد. در نبود حالیت، لیلا با ایت هماهنگ میکنه تا به خونهشون بیاد. زهرا هم از آکین خواسته تا به خونه بیاد و با هم برای صفحش کلیپی درست کنه. لیلی به حالیت پیام میده و میگه که دیگه نمیتونه به شرکت بیاد. حالیت با او تماس میگیره و میخواد که او رو ببینه. لیلی بیرون میره و در ماشین حالیت ماجرا رو برای او توضیح میده. حالیت ناراحت میشه و میگه که بهتره کوتاه نیاد و در مقابل اندر بیسته، اما با این حال به تصمیم او احترام میذاره و اصرار نمیکنه. لیلی میگه که تصمیم داره فردا به ازمیر برگرده. او با حالیت خداحافظی میکنه و میره. حالیت بعد از جلسهش به خونه میاد و با دیدن بساط فیلم برداری زهرا عصبانی میشه و با او دعوا میکنه. او سراغ لیلا رو میگیره و وقتی به اتاق اون میره، با دیدن ایت و فضای رمانتیک و عاشقانه با شمع و چراغ بیشتر عصبانی میشه و با اونها دعوا میکنه و ایت رو از خونه بیرون میکنه. حالیت از دست همه شاکیه و بعد به اتاق اریم میره و گوشی اونو به زور ازش میگیره و میگه دیگه حق ارتباط با اون دختر رو نداره. ایت که به همراه آکین از خونه بیرون اومده با اون به کلاب میره. شایکا هم در اون کلابه و با دیدن ایت دوباره نقشه میکشه و سریع خودشو به مستی میزنه و با پسرهای دیگه گرم میگیره و آویزون همه میشه. ایت وقتی اونو میبینه اعتنایی نمی کنه، اما بعد از وضعیت اون عصبانی میشه و جلو میره و به همراه آکین اونو میگیره و به هتل میرسونه. صبح اندر با اریم بیرون میره و در مورد دوست دختر اون صحبت میکنه و میگه چنین رابطه‌ای به صلاح اون نیست. توی خونه هم هیت ماجرای رفتنش به خونه حالیت و لو رفتنش رو پیش کایه تعریف میکنه و موضوع شایکا رو هم میگه. کایه متعجب میشه و میگه شایکا هیچ وقت مست نمیشد و خودشو کنترل میکرد. ایت که گویا تمام بدیهای شایکا رو فراموش کرده به کایه میگه که اون حتما بعد از رفتن به هتل اینجوری شده. ذهن کایه هم درگیر و نگران شایکا میشه و از ایت میخواد که گاهی به اون توی هتل سر بزنه. حالیت توی خونه به پیش لیلا میاد و به اون میگه که باید به آمریکا پیش مادرش بره. لیلا شوکه و ناراحت میشه و قصد رفتن نداره، اما حالی به حرفهای زهرا و ایلیز گوش نمیده و تصمیمشو گرفته. وقتی لیلی برای خرید نون برای صبحونه بیرون میاد، امیر تلفنی با ایلیز حرف میزنه و میگه که نقششون گرفته و لیلی تصمیم به رفتن داره. لیلی که زودتر برگشته حرفای اونو دم در میشنوه و عصبانی میشه. اون داخل میاد و چیزی به روی امیر که در ظاهر خودشو از رفتن لیلی ناراحتشو میده نمیاره و بدون خوردن صبحانه از او خداحافظی میکنه و با چمدونش بیرون میاد. او دم در خونه ایلیز میره و با عصبانیت به خاطر تهمتی که اونها بهش زدن باهاش دعوا میکنه. ایلیز هم در مورد قرارهای پنهانی لیلی و حالیت به روش میاد. لیلی از اینکه ایلیز فکر میکنه اون با حالیت رابطه داشته بیشتر عصبانی میشه و بهش میگه که قصد داشت از استانبول بره، اما حالا میمونه و هر روز هم پیش حالیت کار خواهد کرد و کار اونو برای حالیت تعریف میکنه. اون بعد از بیرون اومدن از خونه هیچ کسی رو نداره که بهش اعتماد کنه، برای همین به شایکا زنگ میزنه و پیش اون میره و ماجرا رو تعریف میکنه. شایکا از اون میخواد که آدم اون بشه و اگر حرفاش رو گوش کنه میتونه زن حالیت بشه و زندگی خوبی داشته باشه. لیلی اول از این پیشنهاد عصبانی میشه و تصمیم میگیره بره، اما ناگهان نظرش عوض میشه و قبول میکنه.